هیلری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه دو داوطلب نامزد پیشتاز در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری با پیروزی روز گذشته خود در ایالت نیویورک فاصله خود را با رقبای حزبیشان بیشتر کردند. با این پیروزی وزیر خارجه سابق آمریکا و سناتور پیشین این ایالت و آقای ترامپ سلطان مستقلات راه خود را برای دریافت نامزدی حزب و رقابت با یکدیگر در انتخابات سراسری در ماه نوامبر آبان ماه هموارتر کردند. گزارش ببینیم از فرهاد پولادی. خانم کلینتون سناتور ایالت نیویورک از سال 2001 تا 2009 و آقای ترامپ زاده محل کوینز این ایالت روز گذشته برندگان رقابت انتخابات مقدماتی درون حزبی در این ایالت پرجمعیت و صنعتی بودند. ترامپ میلیاردر آمریکایی که دارای مستغلات گران قیمتی در منطقه منهتن این ایالت است توانست حدود 60% آرای مردم و 89 نماینده حزبی از مجموع 95 نماینده را از آن خود کند. به در بخش از سخنرانی پیروزی خود که در یکی از برج‌های خود بیان کرد رقابت درون حزبی را تمام شده ترقی کرد. با این پیروزی برای ما رقابتی دیگر نمانده. سناتور کروز عملا با تعداد نمایندگان حزبی که تاکنون حمایتشان را جلب کرد شانسی برای دریافت نامزدی حزب ندارد. ما بیش از میلیون ها آرا از سناتور کروز و حمایت حدود 300 نماینده حزبی بیشتر از او کسب کردیم. ما در هفته آینده و هفته های دیگر به پیروزی های بیشتری دست خواهیم یافت و دشواری رقبایی هم بیشتر خواهد شد. مشکلات در ایالت هایی که برگزار کننده انتخابات مقدماتی است بیداد می کند و ما با پیروزی در آنجا مشکلات مردم را حل خواهیم کرد. از سوی دیگر خانم کلینتون که علاوه بر نمایندگی این ایالت در سنا تصدی وزارت خارجه آمریکا در کارنامه اش می درخشد توانست نزدیک به 58% آرای مردم و 135 نماینده حزبی از مجموع 247 تن را از آن خود کند. و پس از این پیروزی کسب نامزدی حزب در کنوانسیون ملی که در مرداد ماه برگزار می شود را سخت تر عنوان کرد. The race for the Democratic nomination is in the home stretch and victory is in sight. رقابت برای دریافت نامزدی حزب دموکرات پایان یافت و پیروزی نزدیک است. Because of you, this campaign. زیرا کارزار ما تنها کارزاری در بین جمهوری خواهان و دموکرات هاست که توانسته بیش از 10 میلیون رأی مردم را دریافت کند. من راه خودم را ادامه خواهم داد زیرا خواسته های شهروندان دیگر ایالت ها مانند کانتیکات، دلاور، مریلند، پنسیلوانیا و فراتر از آنها نیز باید شنیده شود. شکست خوردگان رقابت انتخابات نیویورک اما به هواداران خود قول دادند که از گردونه رقابت ها خارج نشوند. سناتور تد کروز که عمده رقیب آقای ترامپ جمهوری خواه است برنامه های خود را دوای درد مردم آمریکا عنوان کرد. They are the words that will repair our tattered spirit. برنامه این کارزار مداوای روانهای سرخورده و کمک مردم دردمند است. برنامه‌های ارائه شده در این کارزار یارای مقابله با داعش و نابودی آن را دارد. برنامه‌های این کارزار یکپارچگی آمریکاییان را برای اجرای تغییرات در جهان را به همراه دارد. نه تنها ما می‌توانیم، بلکه ما این تغییرات را محقق خواهیم کرد. سناتور سندرز که خود را یک سوسیال دموکرات نامیده و تاکنون توانسته تعداد زیادی از جوانان را پای صندوق‌های رأی بکشاند، توانست 42% آرا و 104 نماینده حزبی در ایالت زادگاهش را به دست آورد. و نیز قول داد که کارزار خود را تا پیروزی ادامه خواهد داد. مردم آمریکا در اجرای هدفمان که همان ممانعت از اشغال کاخ سفید توسط ترامپ یا دیگر جمهوری خواهان است به ما ملحق می‌شوند. تحقق آن برای آمریکا فاجعه آمیز است. ما باید برای جلوگیری از آن به کارزار خود ادامه دهیم. کارزار ما موفق خواهد شد زیرا ما به خواسته های مردم عادی آمریکا اهمیت می دهیم و نه به کمک کننده های بزرگ مالی. پنج ایالت در ساحل شرقی آمریکا که شامل ایالت پرجمعیت و صنعتی پنسیلوانیا می شود روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت ماه انتخابات مقدماتی برگزار می کنند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.